دو شعبده باز بزرگ که برای خراب کردن همدیگه دست به هر کاری میزنن. گلاسیا سلام. امروز فیلم پرستیج محصول سال 2006 رو آوردم که یکی از معروف ترین فیلم های کریستوفر نولان و نمره 8.5 از 10 آی‌ام‌دی‌بی رو به خودش اختصاص داده. این فیلم یه داستان خیلی خفن داره و از اونایی که از اول تا آخر مغزتون میپاشونه و مدام شما رو شوکه میکنه. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم شعبده بازی به نام انجیه رو میبینیم که در حال اجرای یه تردستیه. چند تا از تماشاچی ها رو دعوت میکنه که دستگاهی رو بررسی کنن. از وسطشون هم یکیشون به اسم بوردن میاد تا همین کار رو انجام بده. برش یواشکی از پشت وارد اتاقی میشه که زیر سن اجرا قرار داره. اجرا شروع میشه و انجیه وسط دستگاهی میره که کلی جریان برق ازش بیرون میاد و برای چند لحظه از جلو چشم همه ناپدید میشه. بوردن که زیر سن وایستاده در مخفی رو میبینه که باز میشه و انجیه ازش میفته پایین. مستقیم داخل یه مخزن بزرگ پر آب. انجیه وحشت زده چند بار به شیشه میکوبه تا یکی نجاتش بده و بوردن همینطوری با نگرانی بهش زل زده. توری نمیگشه که همونجا هم خفه میشه. حالا چند هفته میگذره. مردی به نام کاتر رو میبینیم که دستیار انجیر بود و توی دادگاهی داره شهادت میده. این دادگاه برای مرگ انجیر شکل گرفته و همه معتقدن بوردن بوده که اونو به قتل رسونده، چون وجود اون مخزن آب زیر سن هماهنگ نشده بوده و از اونجایی که بوردن هم کنار جنازه پیدا شده همه مطمئنن تقصیر اونه. اول از صحبت توی دادگاه میفهمیم که بوردن یه شعبده باز خیلی معروفه و قبلا هم با انجیر دوست صمیمی و همکار بودن، اما کم کم دشمن شدن و همیشه هم با هم رقابت داشتن، به حدی که دست به هر کاری میزدن تا اجرای طرف رو نابود کنن. وسط همه این صحبت ها هنوز هیئت منصفه چیزی رو نفهمیده و از کاتر میخوان که توضیح بده اجرای آخر انجیر اصلا چجور قرار بوده پیش بره که حالا همه چیز زیر سر بردنه. اما کاتر نمیتونه اسرار یه شعبده بازو فاش کنه و برای همین هم تصمیم میگیرن که با قاضی دوتایی برن و همه چی رو بهش توضیح بده تا بقیه نفهمن و راز اونم مخفی بمونه. به هر حال دادگاه تموم میشه و بوردن به جرم قتل میفته زندان تا وقتی که زمان اعدامش برسه. یه روز وکیلی به دیدنش میاد. میگه که من نماینده یه شعبده باز جدید به نام لورد کارلو هستم. ایشون قصد داره که رازهای شما رو خریداری کنه، مخصوصا بزرگترین شگری که این دوره انجام میدادید یا انتقال انسان. در قبالش هم لورد کارلو حاضر حضانت بچه‌تون رو به عهده بگیره و اونو بزرگش کنه. بوردن میخواد یکم به این پیشنهاد فکر کنه و وکیل قبل خروج از زندان برای نشون دادن دوستیش با بوردن دفتر خاطرات انجیه رو که بعد مرگش پیدا کردن بهش میده. بوردن هم با رفتن به سلول شروع به خوندن قسمت های آخر دفتر خاطرات میکنه. میریم به 2 سال قبل، خاطرات انجیر. انجیر به شهر کالورادو اومده تا با بزرگترین دانشمند این دوره یعنی نیکولا تسلا ملاقات کنه. اینجا تنها شهریه که همه خونه‌هاش برق دارن و وارستن محل زندگی تسلا دستیار این دانشمند یعنی علیو میبینه. علی میگه که تسلا فعلا نمیتونه کسی ملاقات کنه و انجیر هم میگه اگه نظرش عوض شد به دیدن من تو هتل بیاید. برمیگره به هتل و دفتری رو از کیفش در میاره. میبینیم که این دفتر خاطرات برای بردنه و فعلا مشخصه که چجوری به دست انجیر رسیده. حالا موقع خوندنش میریم به چند سال قبل، یعنی خاطرات بردن. اوایل دوستی بردن و انجیر هر دو برای شعبده باز دیگه کار میکردن. خروش نوسط جمعیت جا میزدن و مثلا خیلی اتفاقی توسط شعبده باز انتخاب میشدن و میومدن روی سن. وظیفه‌شون هم اینه که دست و پای دختری به نام جولیا رو ببندن تا شعبده باز اونو توی مخزن آب بندازه و بعد پرده روی مخزن کشیده میشه و چند ثانیه بعد دختر خودش رو نجات میده و میاد بیرون. همه هم شگفت زده میشن. بعد اجرای مراسم بردن و انجیر دارن بحث میکنن و بردن معتقده این شعبده بازی که واسش کار میکنن خیلی آدم چیپ و مبتدیه. کاتر میاد تو اتاق. اون موقع با این دو نفر کار میکرده و وقتی میبینه که هر دوشون فکر میکنن آدمای بهتری از این شعبده بازن بهشون یه پیشنهاد میده. میگه به دیدن نمایش یه شعبده باز چینی برید و رازشو بفهمید. اگه اونو فهمیدید براتون یه جلسه جور میکنم تا بتونید اولین اجرای خودتون رو تنهایی به نمایش بذارید. اونم قبول میکنن و در آخر کاتر یه دعوایی با بردن میکنه، چون موقع بستن دست و پای جولیا برای اجرای اون شعبده همیشگی بردن خیلی وقتا سعی میکنه یه گریه جدید رو امتحان کنه. کاتر بهش میگه این کار خطرناک و هیچ وقت انجامش نده و اگر ممکنه جولیا نتونه بازش کنه و یه موقع بلایی سرش بیاد. در آخر هم میفهمیم جولیا در اصل همسر انجیره. خلاصه که انجیره بردن به دیدن اجرای اون مرد چینی میرن. تو این تردستی از زیر پارچه یه تنگ ماهی در میاره که همه شگفت زده میشن. این دو نفر هم شروع به بحث در مورد نحوه اجراش میکنن. بردن معتقده این مرد زیر لباس خودش یه نوع تنگ ماهی قایم میکنه و موقع اجرا از زیر لباسش در میاره.
برای همینم هست که همیشه موقع راه رفتن لنگ میزنه، چون لباسش اینطوری بزرگتر و گشادتره. شب میشه و انجیر سعی میکنه کنار جولیا این کارو انجام بده، اما غیر ممکنه که یه تونگ زیر لباس قایم بشه و آدم راحت راه بره. به جولیا میگه اگه اون مرد واقعا همیشه این کارو بکنه، یعنی کل زندگیش تظاهر میکرده پاش لنگ و همش الکی بوده. هیچکی نمیتونه کل زندگیشو با یه دروغ اینطوری زندگی کنه. جولیا میگه تو اسم خودت هم چند سال پیش عوض کردی، کل زندگی دروغه. اما انجیر مخالفه و میگه این کارو برای خانواده‌ام کردم و خیلی با شعبده بازی فرق داره. طرف دیگه شهر بردنم داره با کمک مردی یه اجرای کوچیک انجام میده که توش یه پرنده رو تو قفس میذارن، یهو قفس رو میبندن ولی پرنده صحیح و سالم دوباره از جای دیگه پیدا میشه. بچه ای موقع اجرا میزنه زیر گریه و به خالش میگه اون پرنده واقعی رو کشتن و این یکی دیگه است. بردنم میره جلو تا بچه رو آروم کنه و سر همین با خاله بچه یعنی سارا آشنا میشه. وقتی برمیگره خونه میبینیم واقعا اون پرنده به خاطر اجرا کشته شده و یعنی شعبده بازا برای تردستشون به هر کاری دست میزنن. به هر حال این میشه آشنایی بردن با سارا، یعنی کسی که خیلی زود با هم ازدواج میکنن. برمیگردیم به زمان حال. کاتر همراه قاضی به انباره میرن که لوازم شعبده بازی انجیر رو توش نگه داشتن. بعدم مخزنی رو که انجیر توش غرق شده رو بهش نشون میده و ثابت میکنه قفل این مخزن توسط بردن عوض شده و همین باعث شده انجیر جونش رو دست بده و اون قاتله. دوباره میریم به خاطرات بردن. طبق برنامه هر شب دوباره با انجیر به عنوان تماشاچی میرن روی سن تا دست و پای جولیا رو ببندن. این بار بردن نگاهی به جولیا میکنه و اونم سرش رو به نشونه تایید تکون میده، انگار از قبل با هم هماهنگ کردن. جولیا میوفته توی مخزن و این بار خیلی بیشتر طول میکشه. در آخر همه میترسن و پدر رو کنار میزنن و میبینن دختر توی آب گیر کرده. همه وحشت زدن و کاتر سعی میکنه با تبری مخزن رو بشکنه، اما وقتی موفق میشه که دیر شده. جولیا دیگه نفس نمیکشه و انجیر جنازه همسرش رو در آغوش میگیره. سر مراسم خاکسپاری هم با عصبانیت بردن میپرسه چه گرهی زده بودی. بردن میگه نمیدونم. انجیر عصبی تر میشه و بردن میگه واقعا یادم نمیاد و بعد معذرت خواهی از اونجا میره. چند هفته میگذره. بردن و سارا دیگه با هم زندگی میکنن و یه روز که سارا به خونه میاد، مردی در حال صحبت با همسرش میبینه. اسم این مرد فلنه و قراره به بردن کمک کنه تا برای اولین بار به تنهایی اجرا داشته باشه. فلن در واقع طراح وسایل شعبده بازیه. سارا به بردن خبر میده که بارداره و اونم خیلی خوشحال میشه و بهش شعبده‌ای که میخواد انجام بده رو نشون میده. به این شکله که اسلحه‌ای رو به تماشاگرها میدن تا به بردن شلیک کنن. اما قبل تحویل اسلحه بردن گلوله رو یواشکی در میاره و یه فشنگ مشقی جاش میذاره که اینطوری بلایی سر خودش نیاد. وقت اولین اجراش میرسه و اولش همه مردم مسخرهش میکنن، ولی بالاخره به اجرای همین تردستی میرسه. از وسط جمعیت یکی میاد جلو و میبینیم که زمان گرفتن اسلحه از بردن، فشنگی رو خودش توی اسلحه میذاره. زمان شلیک بردن دقت میکنه و میفهمه این تماشاگر انجیره که خودش رو گیریم کرده. انجیر میگه بردن چه گره‌ای زده بودی. بردن که ترسیده میگه به خدا یادم نمیاد. فله میفهمه جریان چیه و میخواد اسلحه رو بگیره، اما انجیر شلیک میکنه و گلوله با برخورد به دست بردن دوتا از انگشتای اونو قطع میکنه. انجیر هم از مکان در میره. یه لحظه میگه پیش انجیر که داره همه خاطراتو میخونه. بردن توی دفترش بعد این قسمت نوشته من به انجیر حقیقت رو گفتم، واقعا نمیدونستم چه گره ای زدم. انجیر عصبی تر داد میزنه مگه میشه یادت نیاد و ادامه خاطرات رو میخونه. بعد این اتفاق زخم دستش هیچ وقت خوب نمیشه و مجبور میشه یه سری تردست جدید پیدا کنه تا بتونه یه شعبده باز معروف شه. این در حالیه که انجیر هم تصمیم میگیره اجراهای خودش رو به تنهایی شروع کنه، اونم با کمک کاتر و دختر به نام اولیویا که تازه استخدامش میکنن. برای اولین اجراشون کاتر وسیله طراحی کرده که بتونن یه پرنده رو همراه قفسش ناپدید کنن. اجرای انجیر شروع میشه و برخلاف کاری که بردن میخواست بکنه توی تئاتر خیلی خفن و پر از تماشاچیه، چون به هر حال انجیر با کمک کاتر داره این کارو میکنه و اونم خیلی آشناهای بزرگی داره. زمان اجرای تردستی پرنده میشه و رو تو تماشاچی میان که اطراف قفس رو بگیرن. انجیر با نگاه به یکیشون میفهمه بردنه که با گیریم اومده جلو. نگاهی به هم میکنن و بردن که این کار عقب بلده با یه حرکت ساده پرنده رو توی قفس جلوی چشم همه میکشه. علاوه بر اون انگشت تماشاگر دیگه هم کاملا میشکنه و مردم هم سالن رو ترک میکنن. این باعث میشه شهرت انجیر برای همیشه لکه دار شه. کاتر هم پیشنهاد میده برای مدتی یه سری همایش مختلف ببینن تا یه راه جدید برای پیشرفت پیدا کنن. میریم پیش انجیر که داره همه این خاطراتو میخونه. توی رستوران نشسته و دستیار تسلا یعنی علی به دیدنش میاد. از انجیر این پرسه برای چی میخواد تسلا رو ببینی و اونم توضیح میده که به تازگی بردن خیلی معروف شده، فقط به خاطر یه شعبده خفن که دستگاهشو نیکولا تسلا ساخته.
منم یه دونه شبیه همون میخوام. برمیگردیم به زمان حال. بردن توی زندانه و میفهمیم که تو همون گذشته با سارا ازدواج کرده و الان یه بچه هم دارن که 7-8 سالشه. بچه به دیدنش اومده. فلن هم اینجاست و به بردن میگه دادگاه حکم گرفتن بچه رو امضا کرده ولی که هیچ شانسی نداری. بردن میفهمه تنها راهش کمک گرفتن از اون وکیله و با دادن کارتش به فلن میخواد که باهاش تماس بگیره. دوباره برمیگردیم به 2 سال قبل و انجیری که برای دیدن تسلا بیقراره. بالاخره علی بهش میگه که تسلا میخواد ببیننت و دوتایی به آزمایشگاهش میرن. صحبتشون شروع میشه و تسلا چند بار میگه این جریانو بیخیال شو و برگرد خونه. اما انجیر مصممه و کلی پولم آورده و تسلا که میفهمه انجیر خیلی مطمئنه بهش میگه من چند روز پیش ساخت دستگاهو شروع کردم. انجیرم با خوشحالی برمیگره و بقیه خاطرات بردن رو میخونه. رسیدیم به چند ماه قبل وقتی که خبر موفقیت بردن همه جا پخش شد و انجیر در مورد شعبده جدیدش توی روزنامه میخونه. شعبده‌ای که توی اون انگار یه دفعه بردن ناپدید میشه و جای دیگه ای ظاهر میشه. انجیرم لجش میگیره و به همکارش اولیویا میگه بردن زندگیمو نابود کرد و نباید انقدر حالش خوب باشه. اما شب به سالن میره که بردن اجرا داره تا رمز این کارو کشف کنه. بردن وارد یه کمد میشه و یک ثانیه بعد از کمد دیگه بیرون میاد. بعد اجرا با کاتر در موردش حرف میزنن و کاتر میگه شاید اگه بدل استفاده میکنه. اما انجیر مطمئنه که این غیر ممکنه چون هر بدلی که باشه به هر حال یه جا قیافش باید اینو لو بده. کاتر هم میگه اصلا مهم نیست که چجوری این کارو انجام بده و من میتونم همین اجرا رو برات با یه بدل انجام بدم. منتها ما خیلی ارتباطات بیشتر داریم و اجرای ما جایی که هزاران نفر میان ببیندت، نه مثل بردن توی کافه داغون. انجیرم در آخر قبول میکنه چون اینطوری تردستی بردن رو میدزده و به اسم خودش میتونه ثبتش کنه. خیلی زود مرد یا شبیه انجیر پیدا میکنن و تو کمتر از یه ماه اجرای اول آماده میشه. منتها این بدلی که اومده یه آدم حسابی مسته، بعدی که انجیر میگه غیر ممکنه کار درست انجام بده. اما با شروع تمرین همه مسی بدل کنار میره و خیلی حرفه‌ای کارو انجام میده. همیشه هم نمایش جلوی دیگران اجرا میکنن. انجیر میاد روی سن و کلاه خودش رو به طرف دیگه پرت میکنه. بعد وارد دری میشه و همزمان بدلش از در دیگه بیرون میاد و کلاهو میگیره. در حالی که انجیر اصلی بعد از عبور در توسط دریچه‌ای به زیر سن روی دوشک میفته و فقط صدای تشویق تماشاگرها رو میشنوه. بدلم با خوشحالی تعظیم میکنه و جلوی بقیه اولیویا رو میبوسه. بعد اجرا کاتر خیلی خوشحاله چون سالن رو ترکوندن، اما انجیر عصبیه چون نتونسته موقع تشویق جلوی تماشاگرها باشه. انگار اصلا حضوری نداره و همه لذت‌ها برای بدلش شده. به کاتر میگه که بیا جامونو با هم عوض کنیم، اما اون میگه که غیر ممکنه بدلت بتونه درست همه چی رو اجرا بکنه. و همین که حرف بزنه همه میفهمن که یه آدم الکیه. بعدم میره و اولیویا و انجیر تنها میشن. از اولیویا میخواد یه کاری براش بکنه، اینکه بره پیش بردن و به عنوان دستیارش مشغول به کار بشه، باهاش ارتباط بیشتر بگیره و اینطوری راز اون از زیر زبونش بیرون بکشه. اولیویا عصبانی میشه چون انگار انجیر داره در اصل میفروشتش، اما در آخر قبول میکنه این کارو کنه. قرار میشه برای جلب اعتماد بردن دفتر خاطرات انجیر رو بهش بده و دروغ بگه که با هم دعواشون شده و برای درآوردن لج انجیر میخواد با بردن کار کنه. دوباره خاطره بیرون میایم و انجیر به دیدن تسلا رفته تا دستگاهی که سفارش داده رو بگیره. تسلا کلاه انجیر رو وسط دستگاه میذاره تا با دستگاه ناپدیدش کنه. جریان برق اطرافش میاد و برای چند ثانیه قطع میشه، اما اتفاق خاصی نمیفته. تسلا به انجیر میگه هنوز یکم کار مونده و هم خدافظی میکنن. دوباره میریم توی خاطره. اولیویا به دیدن بردن میره. بهش میگه انجیرم من خواست بیام اینجا تا رازهاتو پیدا کنم، اما من از رفتارش خسته شدم و میخوام فقط طرف تو باشم. این در حالیه که انجیرم همچنان داره به بدلش اجرا میکنه و بدل که میفهمه چقدر بهش نیاز دارن درخواست افزایش حقوق میده. کاترم کنار میاد و به انجیر میگه باید زودتر راز اصلی بردنو بفهمیم. این اجرا میگذره و شب بعدی که بدل قبل اجرا به یه بار میره، مردی به دیدنش میاد. شروع به صحبت میکنه و بحث به جای میرسه که غریبه میگه بدل ها نسبت به شعبده بازی قدرت بیشتری دارن چون همه اسرارا پیش اوناه. این غریبه کسی نیست جز بردن و شب قبلی هم حرف این بوده که باعث شده بدل درخواست اضافه حقوق کنه. چند شب مدام رو مخش کار میکنه تا اینکه یه بار با شروع اجرا و وقتی انجیر وارد در اول میشه هیچکی از در دوم بیرون نمیاد. از اون طرف هم انجیر که میفته پایین توشکش براشه شده و باعث میشه پای چپش بشکنه. با وحشت بردن رو میبینه که چشمکی میزنه و تو بالا بر دیگه وایساده. مردم گیج میشن و یه رفعه بردن از در دوم میاد بیرون. تماشاگران میخندن. از سقف سالونم بدلی که حسابی مست آویزون شده و بردن با همین حرکت همه شهرت و راز بدل انجیه رو به مردم نشون میده. بعدم با تبلیغ سالون خودش میره بیرون و اینطوری کلی تماشاگر جدیدم پیدا میکنه. همه برنامه ها خراب شدن و انجیر با عصبانیت به دیدن اولیویا میره. میگه تو همه چی به بردن لو دادی و باعث شدی بدلمو پیدا کنه. اولیویا هم با عصبانیت
عصبانیت میگه خودت همینو میخواستی، تقصیر من نبود. بعدم میگه راز بردن رو هنوز نفهمیدم اما مطمئنم یه بدل داره. در آخرم برای اثبات اینکه دشمن انجیر نیست، دفتر خاطرات بردن رو که دزدیده بهش میده. انجیر هم مطمئن میشه هنوز اولیویا بهش وفادار و برای اینکه مشکلی واسش پیش نیاد، یواشکی میره خونه بردن رو به هم میریزه تا کسی به گم شدن دفتر خاطراتش شک نکنه. چند روزی گذشته و توی یکی دیگه از اجراهای خفن بردن که حالا پر تماشاچی هم شده، انجیر پیدا میشه. بعد اجرا یواشکی دنبال بردن راه میفته. فعلاً هم که این قضیه رو میفهمه، یواشکی دنبال انجیر راه میفته که مشکلی پیش نیاد. اما در اصل این نقشه انجیر رو به جای میرسن که فلن یوفه توی دونه تله و کاتر هم قبل منتظره و در کمودو میبنده. حالا فلن به عنوان گروگان میگیرن. روز بعدی هم انجیر میره پیش بردن و میگه فلن دست ماه و برای آزادیش باید راز اجرای بزرگ تو بهمون بگی. بردن هم که راهی نداره قبول میکنه و با نوشتن چیزی روی کاغذ رازشو به انجیر میگه. انجیر هم میگه زمینو بکن که فلن رو خاک کردیم و بردن موفق میشه اونو نجات بده. انجیر با رازش به دیدن کاتر میره. کاغذو نشون میده که توش نوشته شده تسلا. با ذوق به کاتر میگه باید بریم تسلا رو ببینیم که جریانو بفهمیم. اما کاتر که دیگه از این بازی‌ها خسته است میگه من کنار میکشم و از این به بعد خودت تنها با همه چی روبرو شو. از اینجا به بعد دفتر یه چیزایی نوشته شده که خیلی انجیر رو به هم میریزه. بردن نوشته که بار اولی که اولیویا به دیدنم اومد خیلی از انجیر عصبی بود. برای همین گفت کمک هم میکنه که نابودش کنیم. هرچی هم میگذشت نزدیکتر میشدیم و از یه جا واقعا دیگه عاشقش شدم. اون بود که بدل بردن رو بهم لو داد و باعث شد بتونم اجراشو نابود کنم. اون بود که به پیشنهاد خودم دفتر خاطرات الکیمو به انجیر داد. تو خط آخر بردن نوشته که انجیر میدونم داری این کتابو میخونی و مثل احمق به دیدن تسلا رفتی، ولی همش نقشه خودم بود که تو رو دنبال نخستیا بفرستم. تسلا آزمایش شکست خورده است و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. تو هم راز منو هیچ وقت نمیفهمی. انجیر با خوندن این متن خیلی عصبی میشه. همه چی رو از دست داده و حالا بازم شکست خورده. سعی میره پیش تسلا و میگه تو به دروغ بهم گفتی که میتونی این کارو بکنی، در حالی که قبلا هم شکست خوردی. اما این بار تسلا میگه که همه چیز با موفقیت انجام شد. برای بار آخر دستگاهو میخواد تست کنه. این بار گربه ای رو وسطش میذاره. موجهای برق فعال میشن و بعد چند لحظه دوباره گربه سر جاشه. انجیر با ناراحتی میگه تا فردا پولمو پس بدید و از آزمایشگاه خارج میشه. موقع رفتن محوطه هم صدای گربه ای که باهاش بیرون اومد و میشنوه. اتفاقی میره وسط جنگل و صدها کلاه شبیه کلاه خودش میبینه. کنار گربه سیاهی که یه گربه کاملا شبیه خودش رو دنبال میکنه. انجیر خیلی ناامیده اما میفهمه دستگاه خراب نیست. فقط به جای اینکه چیزی رو کامل ناپدید کنه، یه دونه شبیه خودش تولید میکنه و جای دیگه میندازه. سری جریانو به تسلا و دستیارش میگه و اونا هم با خوشحالی میفهمن همه چیز درست شده و تسلا میگه چند روز دیگه همه چیزو کامل درست میکنم و تحویلت میدم. طرف دیگه ای بردن کنار همسرش سارا میبینیم. سارا ناراحته و وقتی بردن میگه دوستت دارم، سارا میگه دروغ نگو، چون یه وقتا حرف در ته دله اما الان داری دروغ میگی. بردن هم بعد خدافظی میره پیش اولیویا، همو میبوسن و فکر بردن درگیر حرف سارا و اولیویا میگه لطفا وقتی که با منی خانواده‌تو فراموش کن. دوباره میریم پیش انجیر. بعد چند روز میره تا موقعیت دستگاه ببینه. با وحشت همه آزمایشگاه میبینه که آتیش گرفته و همه چیز نابود شده. انجیر که دیگه خیلی ناامیده به هتل برمیگرده تا لوازمشو جمع کنه و قبل خروج مسئول هتل میگه یه بسته از طرف تسلا براتون آماده شده. انجیر به اتاقش میره و دستگاه بزرگی میبینه با نامه‌ای که روشه. تو نامه نوشته دستگاه درست شده و کار میکنه. افراد توماس ادیسون اومدن و تمام آزمایشگاهمون نابود کردن، ما مجبوریم از شهر بریم. اما پیشنهاد میکنم که از این دستگاه استفاده نکن، چون چیزی جز خرابی به بار نمیاره. انجیر دستگاه به شهر میبره و برخلاف اختیاری که تسلا داده آمادش میکنه. اسلحه‌ای هم دست میگیره و وارد دستگاه میشه. میایم به زمان حال. بردن همه اینا رو توی خاطرات انجیر خونده و از اینجا متن تموم شده. انجیر در پایان دفتر نوشته میدونم که داری این کتابو میخونی، ولی من رازمو بهت نمیگم و امیدوارم از زندان لذت ببری. روز بعدی میرسه و وکیل به دیدن بردن میاد تا راز آخرین تردستی رو تحویل بگیره. بردن میگه چیزی که بهم دارید الکی بود، اما وکیل میگه مطمئن باشید همش حقیقت رو از آقای انجیر گرفتیم. بردن رازش رو نسبت به وکیل میده و قول میده که هر وقت برای آخرین بار دخترش رو بیارن باقی راز رو فاش میکنه. حالا میریم به اواخر زندگی این دو نفر و قبل زندان افتادن بردن. زندگی بردن و سارا داره نابود میشه، چون سارا از خیانت شوهرش بو برده. بهش میگه بگو عاشقم یا نه و این بار بردن میگه الان نیستم.
همین حرف باعث میشه سارا از فرط خستگی جون خودشو بگیره. کاترن به دیدن انجیر میره تا بفهمه چه چیزی از تسلا گرفته شده. به پیشنهاد انجیر یکی از بزرگترین سرمایه گذارها هم با خودش میاره تا این شگرد رو بهش نشون بدن. انجیر وارد دستگاه میشه و با شروع جریان برق یهو غیب میشه. یه دفعه از پشت سر کاتر میاد جلو و دهن سرمایه گذار باز میمونه. این کار باعث میشه یه پول زیادی وسط بذاره تا چند تا اجرای بزرگ برقرار کنن. چند روز بعد مرگ سارا هم اولیویا و بوردن به صحبت میشینن. بوردن به خاطر همسرش خیلی ناراحته و اولیویا میگه که سارا میخواست منو ببینه اما میترسیدم باهاش روبرو شم. به نظر چی میخواست بهم بگه؟ بوردن هم خبری نداره اما میگه من از اول سارا رو دوست نداشتم و فقط عاشق تو بودم. اولیویا ولی باورش نمیشه. قبل رفتنم بهش خبر میده که انجیر بعد مدت ها داره یه نمایش بزرگ میذاره و انگار بهترین شگرد خودشه. شب اول اجرا میرسه. بوردن با دقت میفهمه که دریچه زیر دستگاه تسلا باز میشه اما وقتی همون لحظه انجیر از پشت تماشاچیا میاد هیچ جوره نمیتونه رازشو فاش بکنه. انقدر قضیه میره روی مخش که از بعد اجرا با دستیارش فلن همش دعوا داره که باید راز اینو کشف کنه. فلن هم یواشکی برای مدتی انجیر رو زیر نظر میگیره و میفهمه هر شب بعد اجرا یه کمد کاملا پوشیده شده رو یواشکی از سالن به جای دیگه میبرن. هیچ کم خبر نداره توی این کمد چیه ولی بازم به بنبست خوردن و هیچ سرنخی ندارن. میرسه به شبی که انجیر به قتل رسیده بود. بوردن به تماشای این اجرا میره و یواشکی خودش رو زیر سن میرسونه. با شروع کار دستگاه تسلا دریچه باز میشه و انجیر میفته داخل مخزن آب. بوردن میترسه و سعی میکنه با تبر مخزن رو بشکنه و نجاتش بده اما موفق نمیشه. کاتر این صحنه رو میبینه و به خیال اینکه بوردن مقصر همه چیزه ازش شکایت میکنه و باقی ماجرا هم که دیدیم. ولی حداقل الان مطمئنیم که بوردن مقصر این اتفاق نبوده. میایم به زمان حال. دختر بوردن برای آخرین بار به دیدنش میاد. موقع خدافظی بوردن برای اولین بار چهره لرد کارلو قیم جدید دخترش رو میبینه. اون کسی نیست جز انجیر با لباسی مبدل. بوردن نمیفهمه جریان چیه و از انجیر میخواد دخترش آزار نده. انجیر هم میگه مطمئن باش کاریش ندارم. فقط میخوام چیزی که برات مهمه رو ازت بگیرم همونطوری که تو زنمو گرفتی. بوردن وحشت زده کاغذی رو میده و میگه راز آخرش رو بدانه، فقط منو از زندان بیرون بیار. اما انجیر کاغذ رو پاره میکنه و میگه دیگه بهش نیازی ندارم. بعدم بی توجه به خواهشای بوردن از زندان میره بیرون و با دچه به خونه بزرگ خودش میره. کاتر عقب منتظرشه. کاتر هم که از جریان زنده بودن انجیر خبری نداشته حسابی شوکه میشه. اون برای دیدن لرد کارلو به اینجا اومده چون بعد انجیر لرد کارلو همه لوازم باقی مونده از اونو به یه قیمت بالا خریده و کاتر میخواسته که ببینه این شخص کیه و حالا فهمیده کسی نیست جز انجیر. ازش این پرسه چجوری زنده موندی و انجیر چیزی نمیگه. کاتر که عصبیه میگه تو یه بیگناه رو به پای اعدام داری میکشونی. در آخر انجیر میگه دستگاه تسلا رو باید جایی بذاریم که هیچکی پیداش نکنه و ازش استفاده نشه و از هم خدافظی میکنن. میریم به زندان. وقت اعدام بردن رسیده و موقع خدافظی از دستیارش فلن بهش میگه ببخشید که کار به اینجا کشید. نباید اون کارا رو با انجیر میکردم اما دیگه الان دیره. تو جای هر دومون زندگی کن. این در حالیه که انجیر و کاتر دارن دستگاه تسلا رو توی انباری مخفی میکنن تا هیچکس پیداش نکنه. بوردن هم که اعدامش میکنن. بعد مخفی شدن دستگاه کاتر خدافظی میکنه و بیرون انبار برای مردی دست تکون میده. انجیر هم همون پایین مونده. چند لحظه بعد صدایی میاد، یه توپ سمتش انداخته میشه و وقتی برش میداره مردی از جلو میاد و بدون مکس بهش شلیک میکنه. مردی که لباسهای شبیه فلنه. با دیدن قیافه مرد میبینیم کسی نیست جز بوردن. حالا حقیقت بالاخره برای انجیر فاش میشه. بوردن از زمان تولد یه برادر دوقلو داشته. برادری که با گریم خودش به جای فلن جا زده بود و هیچکی نمیدونست. اما این مهمترین شگردش هم به همین شکل با کمک برادر دوقلو شنی انجام میداد. برای همین بوده که یه وقتا سارا حرفای بوردن رو باور میکرد و یه وقتا هم نه. چون یکیشون واقعا عاشقش بوده و یکیشون عاشق اولیویا. هر دوی جوری زندگی میکردن کسی شک نکنه و بعضی وقتا مجبور میشدن نصف زندگی طرف دیگر داشته باشن. به حدی این دروغو درست زندگی کردن که حتی بعد قطع شدن دو انگشت بوردن برادر دوقلو هم انگشته خودش رو قطع میکنه. به هر حال کسی که الان اعدام شده برادر دوقلوش بوده که عاشق اولیویا بود و کسی هم که زنده است عاشق سارا. انجیر قبل مرگ راز شگرد خودش هم فاش میکنه. شگردی که با هر بار انجامش انگار یه قسمتی از زندگیشو میکشه. با ورود به اون دستگاه هر سری یه دونه آدم بدل کاملا شبیه خودش ساخته میشده.
همون اتفاقی که برای کلاه و گربه نزدیک آزمایشگاه تسلا افتاده بود. اما به هر حال تصمیم میگیره هر سری به محض فعال شدن دستگاه کسی که اونجا مونده رو داخل یه مخزن آب بندازه تا کشته شه. بردن به قسمت تاریک انبار میره و با وحشت به صدها مخزن نگاه میکنه که توی هر کدوم یه دونه از بدنهای انجیر غرق شده. به انجیر میگه تو همه زندگی و روحت هم فدا کردی ولی برای هیچی. انجیر میگه دلم میخواد تصویر چموچه چیا رو ببینم و همین لحظه جونش رو از دست میده. چند ماه بعد این اتفاق میبینیم که کاتر از دختر بردن مراقبت میکنه. بردن وقتی آبا از آسیاب میفته به دیدنش میاد و کاتر با لبخندی دختر رو بهش تحویل میده و میفهمیم که از مدت ها پیش این راز رو فهمیده بوده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. یکی از چیزهایی که توی فیلم، یعنی تو خلاصه فیلم طولانی بود نمیرسیدم صحبت بکنم، الان میخوام بهتون بگم. توی فیلم پرستیج در مورد شعبده بازی آموزشی داده میشه، میگه که هر شعبده خفنی 3 تا مرحله داره. مرحله اول پلج یا تعهده، یعنی جایی که اون شعبده باز میاد توضیح میده که میخواد چیکار بکنه و میگه که من میتونم فلان چیز رو ناپدیدش بکنم. مرحله بعدی میشه مرحله دیترن یا پیچ یا چرخش، و توی این مرحله میاد یه چیزی رو ناپدید میکنه از جلوی چشم شما، به شکل عجیب ناپدیدش میکنه و شما میگی چجوری این کارو کرد، کلک و پرت میریزه. و میرسه مرحله سوم پرستیج، جایی که شعبده باز میاد یه کاری خفنتر از مرحله چرخش انجام میده و چیزی که ناپدید کرده رو یه جای دیگه براتون پدیدار میکنه و این دیگه شما باعث شده که بفهمید چقدر طرف خفنه و چه کارهای عجیبی میتونه انجام بده. و این فیلم هم انگاری به 3 تا مرحله تقسیم میشه. مرحله اولش خاطراتی هستش که داره تعریف میشه، خاطرات خیلی قدیمی، چیزهایی که یعنی انجیر داره از دفتر خاطرات بردن میخونه وقتی که به دیدن تسلا رفته. اونا مرحله اولن، همون مرحله تعهد، یعنی داره همه چی رو تعریف میکنه که اصلا چی باعث شده که این دو نفر ضد همدیگه بشن و چه کارهایی رو دارن انجام میدن. مثل مرحله دوم، جایی که انجیر به دیدن تسلا رفته، این میشه همون مرحله ترن یا پیچش، جایی که داره صحبت میکنه با تسلا، اتفاقات عجیب میفته و در آخر یه رفعی تسلا اون چیزو میسازه و شما میگی که پرام اینو ساخت که واقعا میتونه طرف ناپدید شه و کرک و پرت میریزه. و میرسه مرحله آخر در پرستیج، جایی که به زندان افتاده بردن و در آخر آخر فیلم تمام اون اسرار رو میشه، یعنی میفهمن که هر کدوم چه رازی داشتن پنهان میکردن. بردن یه برادر دوغوری داشته و انجیر هم که حاضر بوده بدلهای خودش رو از بین ببره، یعنی کسایی که از خودش ساخته میشدن و انگاری هر سری یه آدم میکشت تا بتونه معروف بشه. و این نقطه پرستیج کاره. پرستیج فیلمیه که شما رو گول میزنه، یعنی عینه این نیستش که شما از اول بخواید بفهمیدش، نه، از همون اول میاد بهت گول میزنه که اصلا آخرش تصور نکنی. همون اوله فیلمه که تازه داره این کار رو بردن انجام میده و وقتی که انجیر میره با کاتر صحبت کنه، کاتر میگه که بدل امکان داره داشته باشه، اما انجیر میگه نه بابا غیر ممکنه، اصلا کلی دلیل میاره که ممکنه بدل اصلا وجود نداشته باشه. و همین باعث میشه که کلا فکر بدل از سر شما بره بیرون دیگه، هر چی که پیش میاد، هر اتفاقی که میفته شک بکنی، بازیار این سکانس بیافتی و از سرت ببریش بیرون. و به این میگن فریب دادن. یوسف نولان میاد تو این فیلم شما رو قشنگ فریب میده و همین فریبش باعث میشه که آخر فیلم مغزت بپاش، چیزی که بردن هم ازش سوء استفاده میکنه و کلا انجیر رو میفرسته به یه شهر دیگه که بره با تسلا صحبت کنه، کل مال و منالشو به فنا بده و در اصل زندگیشو انگاری به بازی میگیره، فقط به خاطر خودخواهی انجیر که نمیخواست باور کنه یه شگرد انقدر ساده و سطحی داره انجام میشه. یکی از سوالهایی که تا آخر فیلم هم همراه ما میمونه اینه که بردن باعث مرگ جولیا شد یا نه، اون بود که گره رو جولیا دیگه ای زد یا نه. و خودش هم هر باری که ازش سوال میشه میگه که من واقعا یادم نمیاد، واقعا نمیدونم. و وقتی دفتر خاطراتش هم اینو نوشته، خب ما میتونیم بگیم که قطعا یادش نمیاد. اما از طرفی هم چجوری میشه یه نفر یادش نیاد وقتی همچین کاری انجام داده؟ اونم یه شعبده باز به این خفنه که یه تمرکز واقعا بالایی باید داشته باشه که بتونه همچین کارهایی رو انجام بده. حرف بعدی که میخوام بزنم اینه که درسته که کریستوفر نولان میاد توی این فیلم شما رو فریب میده و فیلمنامه‌ش یکی از طولانی ترین فیلمنامه ها هست، از اینکه چند سال وقت گذشته که بتونه کاملش بکنه. درسته که میاد فریبت میده، اما از اول داره چند بار بهت نخ اینو میده که آقا این بدله وجود داره. چند جاش خب همون سارا بود که واقعا توی خیلی حرفاش قشنگ یه جمله‌ای که داره میگه این بار دوستم نداری، یه وقتی از ته دلت میگه که دوستم داری ولی الان از اونا نیست. قشنگ داره میگه آقا یه وقتایی بدله بهش میگه، یه وقتایی واقعی بهش میگه. یه جای دیگه هم همون باری هستش که به دیدن مرد چینی میرن، انجیر همش میگه که غیر ممکنه یه نفر همچین رازی و مدام با خودش هم کنه و از اول خودش رو به عنوان یه آدم لنگ جا بزنه تا بتونه یه شگرد اینطوری اجرا کنه.
و اصلا برایش هم چیز محاله، در حالی که از همون اول بردن با این موافقه و میگه قطعا همین کار داره انجام میده. برایش خیلی عادیه که یه نفر کل زندگیش با فریب بگذرونه به خاطر اینکه بتونه یه کار شعبده بازی انجام بده. یا یه نمونه دیگه‌اش همون شعبده پرنده ای هست که اون اول داره انجام میده بردن، و پرنده رو میبینن که یکی از پرنده ها کشته میشه تا یه پرنده دیگه به عنوان اون حرکت آخر شعبده بازی نمایش داده بشه. و میگه که برای همچین چیزی، برای مرحله پرستیژ، باید همچین اتفاقی بیفته، باید یه نفر جنوش رو دست بده، همون کاری که برای برادر خودش پیش میاد، یعنی برادرش جنوش رو دست میده تا آخر اون شعبده نهاییش رو رو بکنه. دیگه همین توضیحاتش هم اینا بود و به نظرم خیلی فیلم جالبیه. من فکر کنم 7 بار 8 بار تا حالا دیدمش، چون هر سری که میبینمش با برداشتی که حالا دارم یه چیز جدید ازش کشف میکنم. نکته هایی که بار چندم ببینیدش میفهمید، اینجا داشت بهت نخ میداد که این برادر دوقلو داره، اینجا داشت نخ میداد که انجر حاضر چه کارهایی انجام بده، و خلاصه هر سری کرکوپرت بیشتر قبل میریزه. به نظرم حتما ببینیدش. دیگه همین، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، لایک کامنت ساب یادتون نره، توی کانال رضا پاسیون بشید. روزتونم گلسی.